انتشار اسناد مخفی توسط نیویورک تایمز و برملا شدن نقش رژیم در جنگ افروزی برخلاف انکار خامنه ای. نیویورک تایمز: حماس در ابتدا تصمیم گرفته بود حمله را با اسم رمز پروژه بزرگ در پاییز 2022 انجام دهد، اما آن را به عقب انداخت چون تلاش می‌کرد رژیم ایران و حزب الله را به شرکت در آن متقاعد سازد. نیویورک تایمز 12 اکتبر 2024 21 مهر زیر عنوان اسناد مخفی نشان می‌دهد که حماس تلاش کرد ایران را متقاعد سازد که به حمله 7 اکتبر به پیوندد نوشت. حماس در ابتدا تصمیم گرفته بود که این حمله با اسم رمز پروژه بزرگ را در پاییز 2022 انجام دهد، اما انجام طرح را به عقب انداخت چون تلاش داشت ایران و حزب الله را به شرکت در آن متقاعد سازد. در ژوئیه 2023 حماس یک مقام ارشد را به لبنان اعزام کرد که در آنجا با یک فرمانده ارشد ایرانی ملاقات نموده و درخواست کمک برای زدن سایت‌های حساس اسرائیل در شروع حمله را نمود. نیویورک تایمز در متن مشروحی که از اسناد افشا شده در این باره منتشر کرده است می‌گوید: بنا به یادداشت‌های جلسه‌ای در اوت 2023، خلیل الحیه معاون سینووار طرح را ماه قبل با محمد سعید ایزدی، یک فرمانده بالای ایرانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در لبنان که بر روابط تهران با گروه‌های مسلح فلسطینی نظارت داشته، مورد بحث قرار داده بود. این یادداشت‌ها همچنین نشان می‌دهد که الحیه قصد داشته موضوع را با حسن نصرالله رهبر حزب الله مطرح کند. یادداشت‌های ماه اوت گزارش می‌کند که الحیه به ایزدی، فرمانده بالای ایرانی، گفته است که حماس برای زدن سایت‌های حساس در اولین ساعت حمله نیاز به کمک دارد. بنا به این سند ایزدی گفت که حزب الله و حماس از این طرح در اساس حمایت می‌کنند، اما برای آماده کردن فضا به زمان نیاز دارند. نیویورک تایمز نوشت: هیئت نمایندگی ایران در ملل متحد ادعاهای صورت گرفته در یادداشت‌ها را تکذیب کرد. بیانیه ایران می‌گوید تمامی طراحی، تصمیم‌گیری‌ها و هدایت صرفاً توسط بال نظامی حماس در غزه صورت گرفت. هر ادعایی که بخواهد آن را به میزانی و یا به طور کامل به ایران یا حزب الله ربط دهد، فاقد اعتبار است و محصول اسناد ساختگی است. اخبار سیمای آزادی 18 مهر 1402 خامنه‌ای در عین رجزخانی از ترس عواقب جنگ هر گونه نقش داشتن رژیم در آن را از اساس تکذیب کرد تا دودش به چشم رژیم نرود. خامنه‌ای: ایران را پشت این حرکت معرفی می کنند، اشتباه می کنند، محاسبه غلط می کنند. این کار خود فلسطینی هاست. در این چند روز یک قضیه مهم سیاسی و نظامی دنیا را متوجه به خودش کرد و اون حوادث بی سابقه فلسطین عزیز. ما نمیتونیم نسبت به این قضایا، نسبت به این حادثه مهم بی تفاوت باشیم و عبور کنیم. خوشبختانه مسئولین موضع‌گیری های درست و خوبی کردن. من چند نکته رو در این زمینه میخوام به شما عزیزانمون، به ملت ایران و به همه برادرانمون در کشورهای اسلامی عرض کنم. نکته اول همون چیزیست که در تحلیل‌های گوناگونی که این دو سه روزه شده وجود داشت، با اون این است که در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم
خورده. شکست رو همه گفتن. من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست. بعیده که رژیم غاصب صهیونیستی با همه هایویی که میکنه، با همه حمایت هایی که امروز در دنیا ازش از سوی غربی ها میشود، بتوانه اون سازه ها رو ترمیم کنه. من عرض میکنم از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی قبلی نیست. ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من بسیار مهمه که این است که این بلا را عملکرد خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه غلط میکنند. البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اذن الله حمایت هم خواهد کرد، اما این کار خود فلسطینی هاست.